اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. رادیو ایران، جامعه ایرانی، صدای ملی. سلام و شبتون خوش. خوشحالیم که از گروه دانش رادیو ایران در خدمت شما هستیم و برنامه سوال رو تقدیم حضورتون میکنیم. شما در این برنامه با آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی گروهی از نخبگان، دانشمندان و پژوهشگران کشورمون در حوزه‌های مختلف علوم آشنا میشید. ازتون دعوت میکنیم حدود 25 دقیقه در برنامه سوال امشب قرار داشته باشید. موضوع این برنامه سوال، موانع تجاری سازی ایده ها از نگاه نخبگانه. پژوهشگر این موضوع علمی خانم الهام ترکشی، پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد اصفهان است. آقای مهندس علی زارعی، نویسنده کتاب به سوی نوآوری و یکی از نخبگان کشور که ایدئولوژ این سوژه هستند، هم در استودیوی برنامه سال مهمان ما هستند. خانم ترکشی، حضورتون خیر مقدم میدم. خیلی ممنون. آقای زارعی، به شما هم خوش آمد میگم. به نام خدا، من هم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه شما. خیلی متشکرم. حتما شنوندگان ما به خاطر دارن که ما در برنامه سوال با بسیاری از دانشمندان و نخبگان کشورمون صحبت کردیم، آشنا شدیم و در دیدگاه اونها اشاره به این میکردن که بسیاری از طرح‌های پژوهشی که داریم به تجاری سازی نمیرسن. بسیاری از نخبگان ما اختراع میکنند ولی اختراع اونها پس از ثبت باقی میمونه و کسی به دنبال تجاری سازی اونها نمیره، به تولید انبوه نمیرسن. اینها موانع دارن، موانع تجاری سازی ایده ها از نگاه نخبگان، موضوعی است که خانم الهام ترکشی به عنوان یک پژوهشگر به اون پرداختن. ازشون سوال میکنیم چرا؟ ببینیم، چون که موانع تجاری سازی ایده ها از نگاه نخبگان برام یه، یعنی در واقع میشه گفتش که این ایده از آقای مهندس علی زارعی مطرح شد با قسمت جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، و چون که شاید کمتر، شاید برای اولین بار این کار صورت گرفت، روی این طرح کار شد و ما سعی کردیم که موانع رو بررسی کنیم. این سوژه پژوهشی به بله. شما داده شد که شما روی این موضوع کار کنید. بله بله. چند سال روش کار کردید خانم ترکشی؟ یعنی این طرح از سال 89 مطرح شد و آذر ماه 90
تقریبا کمتر از یک سال شما درگیر این موضوع بودید. دوران پژوهشی رو میگین چگونه گذشت؟ تقریبا روش کار ما به صورت یه روش تحقیق کیفی ما سعی کردیم روش کار کنیم و این موانع تجاری سازی از دیدگاه خود فرد نخبه بررسی کنیم. به همین خاطر از طریق مصاحبه و تحت عنوان گروه‌های کانونی ما استفاده کردیم. از تعدادی از افراد نخبه که توسط آقای مهندس‌زاده‌ای بهمون معرفی شدن باشون تماس گرفتیم و یه نکته جالب توجهی که تو این جلسات بود، کسایی که حضور پیدا می‌کردن توی مرکز دقیقاً سر وسط ساعت مقرری که گفته شده بود حضور پیدا می‌کردن توی جلسه‌مون. فکر می‌کنم جالبش برام خودم به این خاطر بود که شاید از دیدگاه خودشون مهم بود و خیلی استقبال کردن از این کار، یعنی باشون تماس گرفته می‌شد که آیا حاضرین تو این کار شرکت کنین، خیلی استقبال کردن. می‌شد اینطور نتیجه گیری هم بشه که معمولاً آدم‌هایی که نخبه هستن بسیار مقرراتی هستن و نسبت به زمان و نظم آدم‌های دقیقی هستن. بله شاید بشه از این برداشتم استفاده کرد. آقای زارعی میخوام از شما سوال بکنم، چطور شد که این سوژه به ذهن شما رسید؟ عرض کنم خدمتون جناب طبیعی، من در خلال پژوهش هایی که خودم انجام میدادم همچنین یک سری از نظر آماری با کمبودهای مواجه بودم. بله. یعنی میدم واقعا کارهای آماری و پژوهشی در این حوزه ها خیلی کم در کشور ما انجام گرفته. همچنین در شورای پیوند مخترعین و خیر سرمایه گذار یا کارآفرینان ما وظیفه‌مون این بود که طرح‌های مخترعین را به سمت تجاری سازی ببریم. بله. و بعدن موانعی در حال اینجا وجود داشت که برای خود ما هم ناشناخته بود. خیلی دوست داشتیم بدونیم این موانع واقعا چی هستن. سال 89 در هفته پژوهش من با غرفه جهاد دانشگاهی آشنا شدم و دیدم طرح‌های پژوهش جالبی توی اون غرفه انجام گرفته و کتاب‌ها سی‌دی‌هاش اونجا بود که دیدم دقیقاً همون چیزی که من می‌خوام را اومدن با روش‌های آماری متفاوتی انجام دادن و این خب برای من جالب بود. با مسئول جهاد دانشگاهی وارد اصفهان صحبت کردم، گفتم بالاخره ما از طرف شورای پیوند مختاری می‌تونیم تعدادی از خودمان رو معرفی بکنیم و این طرح با این مشخصه ها در جهاد انجام بگیره، که خب اونها هم استقبال کردن و خدا رو شکر این کار برای اولین بار در کشور عملیاتی شد و نتایج خیلی خوب و گزارش خیلی جامعی هم آماده شده و به ما تحویل داده شد. خانم ترکشی، چه مدتی روی این موضوع از لحاظ آماری کار کردیم؟ از لحاظ آماری فکر میکنم یک سه ماه. بله. جمعیت عمریتون چند نفر بودن؟ 30 نفر. لیست شده الان موانع. بله. میتونیم درباره تک تک موانع. بله. صحبت بکنیم؟ میشه. از لحاظ تحقیقی در مورد خود افرادی که تو این جلسه شرکت کردن صحبت کنم. بله. گفتم که تا چندین جلسه این جلسات برگزار شد. بعد به این نحو بود که ما زمان شما باشون صحبت میکردیم و موافقت میکردم توی جلسه حضور پیدا میکردم. میانگین سنی مشارکت کنندگان حدود 27 سال بود و حدود 80% از این شرکت کنندگان از کارشناسی به بالا بودن، که طبعاً تو این جلساتون به این صورت بود که دو نفر شرکت داشتن. از این دو نفر یه نفر گرداننده یه بحث بود که اون بحث رو هدایت میکرد، یک نفر وظیفهش یادداشت برداری بود که تمامی اون صحبتایی که از طرف مشارکت کنندگان و نخبگان مطرح میشد، حالا خارج از این که ما تمامی این مصاحبه ضبط شد، دقیقاً یادداشت برداری میشد. حالا بیایم رو موانع کار بکنیم. بله. ببینیم که موانعی که وجود داشته چه تعدادی بودن. البته پس از شنیدن یک قطعه موسیقی. برنامه سوال جایگاهی است برای بیان اندیشه های پژوهشی دانشمندان و نخبگان ایرانی. شما پژوهشگری گرانقدر میتونید در استودیوی برنامه سوال حضور داشته باشید و دستاورد پژوهشی خودتون رو معرفی کنید. 22 16 79 57 تلفن برنامه سوال و شماره 1066 04 شماره پیامک برنامه سواله.
خانم الهام ترکشی مهمان ما هستن با موضوع موانع تجاری سازی ایده ها از نگاه نخبگان و همینطور آقای مهندس علی زارعی پژوهشگر که درباره همین موضوع به اتفاق کار کردن و دیدگاهشون رو اعلام میکنن. ما در بخش اول گفتگومون علت رو پرسیدیم، آقای زارعی توضیح دادن که چرا این موضوع رو انتخاب کردن، در حقیقت موضوع موانع تجاری سازی ایده ها از نگاه نخبگان، و سرکار خانم الهام ترکشی هم به عنوان پژوهشگر درباره نحوه پژوهش روی این موضوع توضیحشون رو به ما دادن و قراره درباره موانعی که نتیجه این تحقیق است به ما اطلاع بدن. خواهش میکنم خانم. اگه اشکال نداشته یه توضیح من قبل از اینکه موانع رو بگم. بله بفرمایید، خواهش میکنم. یکی این که ما تو این جلساتی که برگزار کردیم به کلیه حضوری که شرکت کردن تو جلسه اون این اطمینان رو دادیم که مشخصاتش رو اصلا ذکر نمیشه. بله. و یه سعی کردیم که یه محیط صمیمی به وجود بیاریم. بعد همه افراد هم آزادی بیان کاملا داشتن، بعضی مواقع به مخالفت با هم دیگه میپرداختن، بعضی موقع هم نظرات یکدیگر رو تایید و یا تصدیق میکردن. حالا تو زمین موانعی که فرمودیم ما تو 3 ساعت این موانع رو بررسی کردیم. یکی میدان اقتصادی اجتماعی، یکی از سطح میدان آموزشیه و دیگری میدان بروکراتیکه. حالا من میخوام درباره تک تک اینها صحبت بشه. از آقای مهندس زارعی میخوام درخواست بکنم که شما توضیح بفرمایید مورد اول رو که سرکار خانم ترکشی اون رو اعلام کردن. خب در میدان اقتصادی و اجتماعی یکی از مشخصه هایی که نخبگان بیان کردن انتصاب اجتماعی ناشایست بود که در جامعه احتمال داره که از نظر اون جایی که شایستگی واقعا دارن بعضی وقت این شایستگی شناخته نمیشه و این افراد اونجا قرار نمیگیرن و این یک نوع عدم حمایت اجتماعی هستش از اینها که به اصطلاح ازشون انجام میگیره. همچنین یک سری عدم حمایت های مادی هست که در همین حیطه قرار میگیره که بعد باعث میشه اینها دغدغه های مالی پیدا بکنند، دنبال مسائل مالی بیشتر باشن تا به مسائل علمی بپردازن، و یا اینکه محدودیت پیدا کنن در دسترسی به تجهیزاتی که باید واقعا داشته باشن و با اون تجهیزات کارشون را انجام بدن. و خب تقاضایی که داشتن این بود که واقعا یک فکری بشه برای این کار که جایگاه اجتماعی اینها واقعا حفظ بشه و نخبگان بتونن در این جایگاه قرار بگیرن و از لحاظ مالی هم مورد توجه در آن. بله، و امکانات بهتری در اختیارشون قرار بگیره. حالا بپردازیم خانم ترکشی به بحث دومین مانعی که وجود داشته و شما توی پژوهش به اون رسیدید. بله، دوم مورد میدان آموزشی بود. بله. این میدان آموزشی هم شامل 3 تا میدان میشه. یکی میدان آموزش جزیره‌ایه که ما تقسیم بندی کردیم، میدان آموزش خلاقی اثر، آموزش کمیت‌گراه که اینها زیر شاخه نظام آموزشی جزئی کار هستن. تو نظام آموزشی جزئی کار یه سری مشخصات میتونیم ما براش مطرح کنیم. بله. که تو این نظام تولید انبوه دانش آموختگان بی علم زیاده، نه عدم پرورش خلاقیت وجود داره و بی‌توجهی به کیفیت پژوهش‌های صورت گرفته تو این زمینه وجود داره، که این نظام هم یه نظامیه که فاقد چشم‌اندازه وسیعه، یعنی اهدافش تو برنامه‌های دراز مدت نیست، تعیین نشده و بیشتر هم کاری به کیفیت کار نداره، بیشتر کمیت خروج مد نظر قرار میده. مانع سوم میدان بروکراتیکه. بله. همونطور که میدونیم تو قسمت‌های اداری، حالا یکی از مشخصهای که سیستم اداری میتونیم بگیم موفق اینه که میدان بروکراتیک داشته باشن، مدیریت قوی داشته باشه تو این نظام، که این به چند تا زیرشاخه تقسیم شده. تو این زمینه یکی عدم اعتماد به داوران، شبکه گسسته است، نابروکراسی و رهاشدگی بین‌المللیه. تو زمینه عدم اعتماد به داوران، نخبگان مطرح کردن که داوران غیر متخصصن، و یا اینکه اشاره کردن نخبگان که کلاً طرحی که صورت میگیره از لحاظ داوری تبعیض بینش ایجاد میشه، و منظورش این بوده که ممکنه که طرحی که فرستاده میشه تو جشنواره مثلا حدود 10% از طرحو پذیرفته بشه و تو این زمینه یکمی حقشون ضایع بشه نخبگان. و یکی از موارد دیگه که اشاره کردن اینه که تو این زمینه ای که داوران مثلا توی رشته خاصی نخبه فرد نخبه فرش انجام میده، تو این زمینه این داور تخصص نداره و
سبب میشه که تو این زمینه حقش ضایع بشه. این سه مانعی بود که شما تو تحقیقاتتون طی مدت حدود 9 ماه یا کمتر از 1 سال به نتیجه رسیدید و این یک تحقیقات میدانی بودی که بین نخبگان اتفاق افتاده در اصفهان، در استان اصفهان. حالا جناب زارعی، من میخوام از الان درخواست بکنم کمی گسترده تر از این طرح کار کنیم. بیاین به همین بحث موانع تجاری سازی ایده ها از نگاه نخبگان خارج از استان اصفهان بپردازیم. روی این موضوع کار کردید؟ بله، ببینید خب خیلی از اینها تقریبا شو خوب مشترک هست. حالا بگر از حالا استان تهران مثلا، یکی از مواردی که نخبگان مطرح میکردن در همین سیستم نابروکراتیک که بروکراسی اداری، ببینید بروکراسی اداری اگر یک مدیریت قوی داشته باشه و بتونه یک سازمانی رو بسیار قوی سازماندهی کنه خیلی خوبه، ولی اگر که این مدیریت یه جایی مشکل داشته باشه و به قول کامپیوتری ها باگ داشته باشه توی کارش، این خودش تبدیل به یه معضل میشه. به طور مثال یکی از معضلاتی که الان برای مخترعین در سراسر ایران وجود داره اینه که ثبت اختراعات فقط و فقط در تهران برگزار میشه. یعنی این شخص مخترع باید چندی مرتبه به تهران مراجعه بکنه، برگرده تا بتونه این اختراع یا ثبت اختراعش رو انجام بده، اون هم با توی سیستم در هر حال وقتگیری که خب خیلی برای مخترعی شاید مشکلاتی رو به وجود بیاره. خب میشه گفتش تقریبا برای سراسر کشور این معضل وجود داره. دومین معضلی که وجود داره اینه که در اون نظام میدان آموزشی ما نظام آموزشیمون یک مقدار نظام آموزشی کم حافظه تشخیص داده شد، به این نحوی که یک مقدار سردرگمی اطلاعاتی ما داریم توی نظام آموزشیمون. یعنی مشخص نیست که آیا یک مخترعی که میخواد توی یک کاری یه اختراعی تحقیق بکنه، پژوهش بکنه، قبلا روی این اختراع پژوهش شده نشده، تا کجا پیش رفته. من اصلا نیاز اشاره بکنم، بله یکی از مواردی که الان وجود داره و من منتظر بودم که توی این پژوهش که شما انجام دادید بیان بکنید، موازی کاری در بحث پژوهش و ابداع و اختراع هست در کشور، که اصلا ببینیم این بحث نیاز هست یا نه. فرضاً مخترع ما میره یک چیز رو اختراع میکنه، بعد میاد میبینه اصلا این نیاز نبوده در کشور، صنعت ما به این مورد نیاز نداشته، در حالی که اون نیازهایی که وجود داره معرفی نمیشه به مخترع. پس اینجا چیه؟ یه مقداری سردرگمی اطلاعاتی ما داریم. ما الان مخترع ما حتی خیلی از دوستان اشاره میکردن، ما حتی به اداره هایی که ثبت اختراع میکنن، ثبت ایده میکنن، جرأت میکنیم ایده هامونو بدیم. خیلی موارد بوده که این ایده ما افشا شده. یعنی اون اعتمادهای لازم وجود نداره. همونجوری که خانم ترکشی گفتن، حتی در جشنواره ها خیلی از مخترعین اعتماد لازم به داوری ها رو نداشتن، گفتن داوری ها منصفانه انجام نمیگیره، یا اینکه مثلا یه تعداد داوری ها برای جشنواره دعوت میکنن، این برای همه رشته ها میخواد داوری بکنه، در حالی که این داوری ها باید در هر رشته تخصصی باشه. اینجوری نیست که بگیم آقا شما چون که داور مثلا فنی هستی، هم برای رشته مکانیک باید بیای، هم برای برق بیای، هم برای مهندسی شیمی باید بیای، هم برای مهندسی کشاورزی باید بیای، نه، شما هر قسمتی رو برای خودش تخصصی بیاید داوری بکنی. این موارد واسه بدون نام باشه، یعنی این بیشتر میگفتن مثل امتحان های نهایی که توی مدارس برگزار میشه، این جشنواره ها باید به این شکل باشه همشون، که به هیچ عنوان داورا متوجه نشن این طرح از آن کدوم مخترع بوده. در مرحله حداقل مرحله بندی کنن، در مرحله تئوریش این به نوعی برای اینها خیلی اهمیت داشت. و من فکر میکنم تمام اینها یه مسائلی هست که در کل کشور وجود داره. همچنین یک سری رها شدگی بین المللی ما داشتیم، یعنی که مخترع ما میاد کار میکنه و این توقع را داره از دست اندرکاران که این مخترع را هدایتش بکنن به جشنواره های بین المللی، به بازارهای جهانی، و اصلا دنبال بازاریابی هاش را که دیگه مخترع نمیتونه تو کشورهای دیگه داشته باشه، که این را باستی یه ارگان دیگه متولی این کار بشه که اصلا در کشورهای دیگه بتونه همچین کاری را انجام بده. من سپاسگزاری میکنم خانم ترکشی، شما در بخش در حاشیه ما قرار میگیرید، در اونجا گفتگو با شما خواهد شد و دوباره ما با شما خواهیم بود. در حاشیه برنامه سوال در کنار خانم
خرکشی اصفهانی هستید. ویژگی شغل شما چیه؟ من به عنوان یک کارشناس پژوهشی تو جهت دانشگاهی واحد اصفهان کار میکنم که بیشتر کار پژوهشی انجام میدیم. طرح پژوهشی کار میکنیم تو مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسفه هستم. به عنوان یکی از مسئولین اجرایی این بخش من فعالیت میکنم. در حاشیه زندگی شما چه میگذره؟ شاید کاری بگذره و زیاد مانع ایجاد نکنه. اهل تفریح هم هستم، بعض موقع مطالعه میکنم، حالا در کنارش تفریح با دوستام هم خیلی دوست دارم. بعض موقع کوه میرم با دوستام، بیرون خرید دوست دارم خیلی. غیر از پژوهش اهل هنر هم هستی؟ اهل هنر تا یه حدودی. نقاشی خیلی دوست دارم، رنگ روغن کار میکنم، طبیعتم خیلی دوست دارم، عکاسی هم دوست دارم، عکاسی فیلم برداری فیلم زمینام کار کردم. به چه چیزهای علاقه مندید؟ آرامش خوب خیلی دوست دارم، اوقات فراغت هم دوست دارم مطالعه کنم، کارهای آماری هم خیلی دوست دارم. چی شما رو جذب میکنه؟ بیشتر همون کارهای پژوهشی. بعدم چون که کارهای پژوهشی یه جورایی به زندگی روزمره افراد خیلی رفت داره، مثلا ما کارمون بیشتر تو زمینه مطالعات انسانی اجتماعی هستش، یه جورایی با زندگی مردم مرتبط هستیم. حالا به خصوص که من مثلا تو کارهای مختلفی هم که تو خود جهاد دانشگاهی داریم انجام میدیم، مثلا برای واحدها و ارگانهای مختلف کار میکنیم، مثلا شهرداری، استانداری. پژوهش به زندگی خانوادگیتون لطمه نمیزنه؟ نه اصلا مشکل نبوده. به زندگی چطور نگاه میکنید؟ من فکر میکنم خیلی بستگی به دید طرف داره که حالا زندگی رو چجوری ببینه. خب تو زندگی هر کسی هم خب بالاخره دشواریایی هست. به نظر من هرچی زندگی سخت بگیری برات سخت‌تر میشه، ولی اگه دیدت مثبت باشه به زندگی، من فکر میکنم با زندگیم بهتر میتونی کنار بیای. چند بار شکست خوردی تا به اینجا رسیدید؟ خب مثلا من افراد تو زندگی شکست میخورم، حالا نمیتونم بگم اصلا شکست نخوردم، حالا تعداد دفعاتش هم بخوام بگم نمیتونم بگم چند بار، ولی خب بالاخره شکست خوردی. ولی خب چیز معروف هست که میگم شکست پل پیروزیه، برای باورم هستم که هر شکستی میتونه به دنبالش یه پیروزی داشته باشه، نباید ناامید بشی. خانم ترکشی اصفهانی، از اینکه به بخش درخواشی برنامه سوال آمدید ازتون سپاسگزارم. خواهش میکنم. از اینکه دوباره به استودیو برنامه سوال آمدید خوش آمد میگم، خوشحالم از حضورتون و مطالب خیلی خوبی رو هم شما خانم ترکشی و هم شما جناب زاده‌ای بیان فرمودید. موضوع پژوهشتون موضوع بسیار جذاب و جالبی بود و اون هم موانع تجاری سازی ایده ها از نگاه نخبگان بود. من و همکارانم ازتون سپاسگزاریم. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. خیلی متشکرم، امیدوارم موفق باشید. خوشحالیم که حدود 25 دقیقه در برنامه سوال بودید و باز هم با یک مورد پژوهشی دیگر آشنا شدید، موردی که ما در این برنامه مطرح کردیم.